عزیزانی که تازه به ما ملحق شدن، من مرضیه سمایی هستم و در یک برنامه دیگه از میزه گرد ما در خدمتتون هستم. امروز به همراه همسر عزیزم فرشاد سمایی در خدمتتون هستیم. سلام، خیلی خیلی خوش اومدین. امیدوارم در هر کجا که هستین ایام به کام باشه، سلامتی برقرار و روزگار خوبی داشته باشین. امروز من سعی میکنم یک کباب کوبیده براتون درست بکنم، کباب کوبیده ای که یه مقداری با شاید با کباب کوبیده ای که مرضی خانم درست میکنن یه کمی تفاوت داشته باشه. کباب کوبیده ای که من درست کردم ایشون نبودن و اون کباب کوبیده یه کباب کوبیده خانومانه است، یعنی ظرافت داره، دستای قوی توش نیست. این کباب کوبیده یه کباب کوبیده مردونه است با دستای خیلی قوی که حسابی گوشتا رو ورزش دادن و حسابی حالش جا اومده. نه در هر صورت همه این چیز نیست، یه ریزکاری هایی هم داره که من سعی میکنم حتما با شما در میون بذارم و سعی میکنیم که تا اون مقداری که در خدمت شما هستیم سرگرم بشین، خوش باشین و یه مقداری مسائل و مشکلات رو فراموش کنیم با هم دیگه بودن. خیلی خیلی دوستتون داریم و دلمون تنگ شده بوده براتون. با ما باشین تا بقیه برنامه. همراه ما باشین. 5 عدد پیاز رو اینجا رنده کردیم و حالا آبشو توی این صافی میگیریم. خب علت این که آب پیاز رو میگیریم به این دازه که ما خیلی خیلی پیازمون له شده، چون خیلی به صورت این به این صورت در اومده، ما بایستی آب این پیاز رو بگیریم و الا پیاز که یه مقدار اگر درشت در بود زیاد احتیاج نداشت که ما آبش رو بگیریم. به لحاظ این که آب پیاز باعث میشه که کباب ما بریزه و بعد مهمترین مسئله که هست الان ملاحظه میکنیم ما این آب کباب، آب پیاز رو برای منظوره دیگه هم استفاده میکنیم توی کبابمون. همونطوری که قبلا هم براتون توضیح دادیم توی کباب برگ، توی شیشلیک و همکنون خانم من برای جوجه کباب که یه مقدار میخوان درست بکنن برای اونم استفاده میکنن. الان من آب پیاز رو ببینید تا اون حدودی که خودش میاد میگیرم. به چه لحاظ؟ به لحاظ این که ما هر چقدر آب پیازمون کمتر باشه پیاز بیشتری رو میتونیم استفاده بکنیم برای کباب. و پیاز چه چیزی رو برای کباب ما، حالت کباب ما خوبه؟ پیاز بیشتر باعث میشه که کباب ما تردتر بشه. یعنی هر چقدر پیاز ما بیشتر باشه کباب ما تردتر میشه. خب ببینین موضوعی که هست الان، ببینین که پیاز ما رو ببینین به چه صورت هست. هنوز آبدار، خشک نشده، ملاحظه میکنین؟ به نسبت، حالا ببینین به نسبت گوشتمون ما این پیاز رو مخلوط میکنیم. خب دقت کنیم ببینیم من نمک به چه مقداری پاشیدم. یه مقداری در نظر داشته باشین، کباب ما حتما بایستی نمک داشته باشه و یک مقدار خوش نمک باشه برای اینکه کباب ما، چون ببینین گوشتش یه مقدار چربه، گوشتی که اگر چربی نداشته باشه کبابش خوشمزه نمیشه، آبدار نمیشه. ما میخوایم این کباب بسیار آبدار، خوشمزه، لذیذ در بیاد. بنابراین بهترین گوشت برای کباب کوبیده قلوه‌گاه گوسمن و یه مقدار سردست راسته، اگر بشه سردست یا بغلنده یا هر کدوم از اینا. ببینید به خود قصابتون وقتی بگین گوشت برای کوبیده میخوام، فرق میکنه گوشت چرخ گرده با گوشت کوبیده. گوشت کوبیده ببینین بایستی حتما چربی در خود گوشت باشه. حالا علت این که بعضی ها دنبه اضافه میکنن، اون چربی اون مزه غذا رو نمیده بهتون، اون مزه واقعی کباب رو نمیده. یه مقدار که مخلوط کردیم، حالا فلفل سیاه، ببینین هر چقدر پودر سر باشه بهتر. فلفل سیاه برای چی هست؟ برای اینکه بوی گوشت رو میگیره. بعضیا بوی گوشت رو خوششون نمیاد. ما به این ترتیب با این فلفل سیاه بوی گوشت رو میگیریم.
اگر دوست دارین چیزای دیگه ای به غذاتون اضافه بکنین، در این مرحله میخواین خیلی تندتر باشه، میتونین فلفل قرمز اضافه کنین، میخواین میتونین سیر اضافه کنین با چیزای دیگه ای که هست. و اما میایم سر مسئله، مهمترین مسئله چی هست؟ مسئله این که کباب ما بایستی هم بخوره. هر چقدر ما کبابمون بیشتر هم بخوره، ببینین نه تنها مخلوط، ببینین بعد از یه مدتی مخلوط شده، این دونه های درشت پیازم میگیرم که چون به دردمون نمیخوره، ببینین هر چقدر ما این کبابمون رو بیشتر مخلوط بکنیم، همش بزنیم، این مزه کباب ما فرق میکنه. یعنی ببینین شما کباب ما هر چقدر هم بخوره، هر چقدر هم بخوره، مزه رو که پیدا میکنه بیشتره. شما بعضی وقتا این کبابی های قدیمی رو وقتی نگاه میکردین، این ظرفشون ظرف مسی بود، بعد روی شوله خیلی خیلی کم که چربی کفش نچسبه، و این کباب رو مدت ها، شاید مثلا اینقدر کباب رو متجاوز از نیم ساعت همش میزدن با دست. ببینید حالا من تا اونجایی که توانایی داشته باشم و وقتش رو داشته باشم این کباب رو همش میزنم، چون باعث میشه هم پوک تر میشه کباب و هم مزهش فرق میکنه. حالا خود شما خواهید دید. ببینید من تا اونجایی که میتونم این کباب رو خود شما میبینین این کباب یک حالت ریشه ریشه پیدا میکنه. ببینین اگر این کباب مثلا میگم دنبه جداگونه بود، این حالت اینطوری رو پیدا نمیکرد. شما هر چقدر بیشتر این کباب هم میخوره باعث میشه که نریزه. حالا برای ریختنم، برای سیخ کشیدنم حتما من بهتون طریقه رو تا اونجایی که خودم میدونم آموزش میدم خدمتتون. مهدی جونم که استاد فن هستن که قبلا خدمتتون گفتم، ولی طریقه کباب درست کردن من با مرزی جون روی این مسئله است فرقش، چون من دستم یه مقدار از ایشون قدرت بدنش بیشتره، بیشتر هم میخوره و کباب من یه مقداری پوکتر میشه. ببینید به اندازه یک مشت، حالا شما مقداری که میخواییم روی کبابتون بذارین، روی اینجا که گوشتی که قبلا دیدین همش زدم حسابی در میاریم. بعد به صورت ببینید اگر مشتتون مثل من میتونه قشنگ سفتش کنه رو هم، بچسبونش به هم که هیچ، و الا نگاه کنین از این بغل، نگاه کنین به این بغله. ببینید من با این حالت گرد میبینیم به این صورت درش میارم، به این بغل نگاه کنید، میمالم به این بغل، یه حالت تقریبا سفتش میکنم، میچسبونمش به هم دیگه. بعد از وسط این رو میذارم روی این سیخ. ببینید تقریبا به دو قسمت. حالا ببینید عزیزای من توجه داشته باشین که ما تمام این مسئله کباب ریزکاری خودشو داره. بایستی کباب شما تمام از بالا تا این پایین قطر گوشتی که اومده روش به یک نسبت باشه، چون اگر گوشت شما یه قسمت زیاد باشه یه قسمت کم باشه، یک قسمتی که کمی میسوزه روی آتش، قسمتی که زیاده چه کار میشه؟ کبابش خام میمونه اون وسطش. خب حالا ببینید، پس بنابراین من تا اونجایی که راه داره و به یک سطح بشه این گوشت رو از بالا میام پایین. ببینید انگشت من رو نگاه کنید، این آخ، ببینید آخ به این صورت،
میان پایین. بعد نگاه کنین در انتها به این میگن قفل کردن کباب، سر و ته کباب. به این صورت ببینین، آه که میبینین اینجا رو هم نگاه کنین، این کباب ما قفل شد در واقع، دیگه امکان ریختنش خیلی میاد پایین. حالا نگاه کنین، بعد برای اینکه گوشت ما یه مقداری حالت چیز داشته باشه، ببینین میزنم داخل به این حالت که این باعث میشه که کباب در واقع بیشتر به این صورت ها پختش بهتر بشه. حالا دوباره نگاه کنین، ببینین گوشت رو برمیدارم، ببینین این بغل قشنگ اینو این صورت درش آوردم. نگاه کنین، حالا درست از وسط، از وسط ببینین، از وسط میدمش داخل، اول به صورت لوله درش میارم، نگاه کنین لوله شده درش میارم. خب نگاه کنین، خب حالا ما از آب گرم استفاده میکنیم. آب گرم برای چی؟ برای اینکه این گوشتمون رو صافش کنیم. به همون صورت که عرض کردم، از بالا تا پایین قطر کباب ما ببینید به یک نسبته. نگاه کنید، حالا همون بالای کباب رو قفل کردم، ببینید حالت به این صورت میان پایین، این کباب ما از بالا تا پایین به یک قطره که روی کباب میبینید. وقتی که میخوایم بپزیم کباب رو چقدر این موثره، و همون مقداری که مشت ما جا میشه. خب ببینین حسابی میکوبمش، این گوشت میره به هم دیگه. دوباره نگاه کنین داخل، از داخل ببینین آن میاد پایین، ببینین مجددن. نگاه کنین هر چقدر اضافه هم میاد میگیرمش برای من. ببینین شما بر اساس مرور زمان وقتی که این کارو میکنین دستتون هم سریعتر میشه هم اندازه تر. فقط یادتون باشه که سر و ته کبابتون رو ببندین و قطر کبابتون به یک اندازه باشه. خب مجدد ببینین، من با دستم مرتب میکنم از بالا تا پایین، اول آن سر کبابو قفل کردم. نگاه کنید تمام کباب ما از بالا تا پایین به یک قطر. اینم از آتیشی که روشن کردن. واو، این آتیش و این منقل کباب با کباب کوبیده که من درست کردم، مال من خانومانه است، مال ایشون مردونه. خب یکی از وسیله‌هایی که خیلی راحت میکنه کارو برای کباب، برای زغال، این وسیله است. خیلی خیلی خوب زغال ما رو آماده میکنه. عزیزان من توجه کنید، برای کباب کوبیده آتش شما باید متوسط رو به زیاد باشه، برای جوجه متوسط رو به کم، یعنی میزان حرارت. الان نگاه کنید ببینید حرارت ما ببینید اول آتشه، حرارت رو به زیاده، ببینید گذاشتیم و بلا فاصله نگاه کنید
من بلا فاصله بعد از اینکه کوبیده رو گذاشتم میچرخونمش. این چرخوندن باعث میشه که کباب چیکار بشه که نیفته. خب نگاه کنین عزیزان من، کباب ما بایستی بچرخونیمش. چرا؟ چون وقتی که کباب میپزه شروع میکنه به پختن، یه طرف وزنش سبکتر میشه، سنگینتر میشه، بعد باعث میشه که بیفته. ولی همون اول دو سه بار که این رو ما چرخوندیم، این کباب باعث میشه چی؟ که دیگه نریزه. الان صفر شد، دیگه نمیریزه این کباب. الان نگاه کنیم ببینیم کباب رو. و بعد ما برخلاف این که بعضیا توی ایران من دیدم کبابو خیلی باد میزنن، نه، خیلی خیلی آهسته احیانا شما یه باد کوچولو بهش میزنین، اونم به خاطر اینکه دود بره کنار. و الا این کباب بایستی با حرارت خودش شروع کنه به پختن و میبینین چطوری چقدر قشنگ این کباب داره میپزه. الان ملاحظه میکنین، ببینین کباب، ببینین چقدر قشنگ داره با شعله خودش راحت میپزه. به به از این کباب چه شده؟ به به از این کباب، واقعا که دستتون درد نکنه. چه کردین؟ به به به، دست شما درد نکنه. خیلی عالی شده نوشی جون. این کباب ببینین چقدر عالی. الان این مخفوق عالی. حالا دیگه به نسبتی که شما هر کسی دوست داره میتونه کبابش رو انتخاب بکنه. ما چون یه مقدار این الان پخته است، دیگه ببینیم این کباب، ببینیم عالی شد. ببینیم این کباب عالی. خب برای کبابم ببینیم سر تا، چون بستیم ببینیم یه اینطوری در میاد. الان نگاه کنیم، یه دونه بالاش، یه دونه پایینش، بسه در من. ببینی این کباب رو نگاه کنی، به 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 به، آبدار و عالی. بسیار بسیار آبدار. ببینی چقدر آبدار و عالی شده. به 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 به، بهترین قسمت کباب و حالت کبابم خوردنش سر منقله. بفرمایید تست کنیم ببینیم چطوری شده این کباب. به خیلی ترد و بسیار 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 خوشمزه و ترد شده این کباب. منم شدم دودی، ماهی دودی. بفرمین نگاه کنین ببینین این کباب. فوق‌العاده لطیف، خوشتم، خوشمزه. جای همتون خالی. امیدواریم که تونسته باشیم یه مقدار شما رو حال و هواتون رو عوض کرده باشیم و شما عزیزان هم این کباب رو درست بکنید و لذت ببرید. اگر از این برنامه خوشتون اومده لایک کنید و سابسکرایب کنید و به دوستاتونم بگید. شما حتماً حتماً فقط و فقط یادتون باشه که لحظات عمر می‌گذره، پس بهتره سعی کنیم به خوبی بگذرونیمش. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. شب و روزتون بخیر. خدا نگهدار. ایام بکار.